ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایران پاکستان کی مختلف شعبوں میں ترقی اور پیش رفت کا خواہاں، میڈیا سے گفتگو میں بولے، مسلمان ممالک کو آپس میں دوست ہونا چاہیے، پاکستانی حکام سے مختلف امور پر مثبت بات چیت ہوئی ہے، دہشت گردی اور منشیات کے خلاف کارروائی میں بھی ایران اور پاکستان کا موقف یکساں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور تعلقات میں مزید اضافہ ہو۔ اقتصادی، تعلیمی، ثقافتی اور ٹیکنالوجیکل کے شعبوں میں دونوں کے تعلقات میں وسعت کی بہت گنجائش ہے، ہمیں ان مواقع سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ایران اور پاکستان متعدد امور پر مشترکہ موقف رکھتے ہیں، فلسطین میں جاری صہیونی مظالم کے خلاف دونوں ممالک احتجاج کرتے ہیں۔ امت اسلامی پیام وحدت و انسجام، دوری از هر گونه اختلاف و تشتت، پیام انقلاب اسلامی برای همه ملت ها پیام بیداری و بصیرت و بصیرت افزایی است، پیام رهبری انقلاب برای همه ما امروز دشمن شناسی و دشمن ستیزی است، بشناسیم هم دشمن را و هم دشمن رو دقیق و ترفندهای دشمن رو هم بشناسیم و بدانیم که باید کشورهای اسلامی با یکدیگر دوست باشند. ما با پاکستان علاوه بر اینکه همسایه هستیم، مسلمان هستیم، اعتقادات و باورهای این دو کشور و دو ملت پیوندی ناگسستنی ایجاد کرده که به هیچ عنوان نمیشه بین ملت پاکستان و ملت ایران جدایی انداخت، به هیچ وجه، هیچ کس هم نمیتونه، تا حالا هم کسی نتونسته. ما هم بنامون اینه که در دو دولت ایران و پاکستان همکاری ها و راه های همکاری رو بتونیم دقیقا طی کنیم. ظرفیت های بسیاری بین دو کشور وجود داره، ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری. بنای دو کشور آن است که ما از همه ظرفیت ها برای ارتقاء دو ملت و دو کشور انشالله بتونیم بهره مند بشیم. و جلساتی که امروز هم ما داشتیم با مسئولین عالی پاکستان به این نتیجه رسیدیم که از همه ظرفیت ها میشه در جهت توسعه روابط بین دو کشور بهره برد. انشالله بعد از این هم برنامه ما اینه که با اولویت کشورهای همسایه اسلامی و همسو و مستقل که امروز نگاه های مشترکی بین ایران و پاکستان وجود داره، هر دوی ما ایران و پاکستان حمایت میکنیم از فلسطین، هر دوی ما نسبت به رژیم صهیونیستی و حامیان او معتقدیم باید این حمایت ها و این ظلم هایی که بر مردم فلسطین داره انجام میشه هر چه سریعتر قطع بشه. هر دوی ما معتقدیم از حقوق بشر باید دفاع کرد. هر دوی ما معتقدیم که باید از مظلومین دفاع کرد. هر دوی ما معتقدیم که باید مبارزه با تروریسم کرد، مبارزه با مواد مخدر کرد، مبارزه با جرائم سازمان یافته کرد. اینا نگاه های مشترک بین